سلام عزیزان، روزتون بخیر. کنار هم هستیم با درس 24 از سطح 20 وای ایس. امروز با عبارت aus den Augen verlieren میخواییم شروع کنیم برنامه. یعنی چی؟ یعنی زمانی که شما ارتباطتون رو از دست میدید. ارتباط با کسی رو از دست دادن یک اصطلاح داره به نام aus den Augen verlieren، ارتباط از دست دادن. مثالش رو ببینید. Wir waren gute Kollegen. Doch nachdem ich kündigte, haben wir uns aus den Augen verloren. اینجا verlieren در گذشته اومده، شده verloren. ما همکارای خوبی بودیم. البته بعد از اینکه من استعفا دادم، ارتباطمون رو از دست دادیم. Haben wir uns aus den Augen verloren. پس wir waren gute Kollegen. Doch nachdem ich kündigte, haben wir uns aus den Augen verloren. همطور که دیدید ما از اصطلاح aus den Augen verlieren استفاده کردیم، به معنی ارتباط از دست دادن. Die Umfrage، دوستان یک اسم هست به معنی نظرسنجی. Die Umfrage، نظرسنجی. Das Ziel der Umfrage ist die Untersuchung von Kaufgewohnheiten. هدف نظرسنجی بررسی عادت‌های خرید هستش. Das Ziel der Umfrage ist die Untersuchung von Kaufgewohnheiten. هدف نظرسنجی بررسی عادت‌های خریده. پس die Umfrage به معنی نظرسنجی. Die Erdbevölkerung به معنی جمعیت کره زمین، جمعیت انسان‌ها، جمعیت جهان. دی اد به واکرونگ. 16% در اد به واکرونگ لیبن aus dem großen Kontinent der Erde. 60% جمعیت جهان در بزرگترین قاره زندگی می‌کنند. 16% در اد به واکرونگ leben auf den größten Kontinent der Erde. 60% جمعیت جهان، جمعیت کره زمین. Die Erdbevölkerung. Der Lebensabschnitt، دوستان به معنی دوره زندگی هست. Der Lebensabschnitt، دوره زندگی. Hatte einen schmerzvollen Lebensabschnitt. او دوره زندگی دردناکی داشت. hatte einen schmerzvollen Lebensabschnitt. او دوره زندگی سخت و دردناکی داشت. Der Lebensabschnitt. دوره زندگی. دوستان، صفت oberflächlich به معنی سطحی و سرسری است. oberflächlich، سطحی، سرسری. Bitte lesen Sie das Buch nicht oberflächlich. لطفا کتابو سرسری نخونید. Bitte lesen Sie das Buch nicht oberflächlich. لطفا کتاب رو سرسری و سطحی نخونید. دوستان، فعل zusammenkommen به معنی جمع شدن و گرد آمدن است. zusammenkommen، جمع شدن، گرد آمدن. zusammenkommen مثلا. Sie kamen jeden Tag zusammen für die Prüfung zu lernen. اونها هر روز جمع میشن تا برای امتحان درس بخونن. Sie kommen jeden Tag zusammen. فتح خمپای جدا شدنیه. zusammen میاد جدا میشه و آخر جمله میشینه. Sie kommen jeden Tag zusammen. für die Prüfung zu lernen. اونها هر روز جمع میشدن تا برای امتحان درس بخونن. در حالت پریتریتوم اومده. kommen شده kommen. دوستان، حرف وی در نخ به معنی این که نه این نه اون. ویدا نخ حرفی هستش که میگه نه این نه اون. مثلا فی اولاب هبن وی ویدا ساید نخ گلد. برای تعطیلات ما نه وقت داریم نه پول. نه اینو داریم نه اونو. ویدا نخ فی اولاب هبن وی ویدا ساید نخ گلد. برای تعطیلات ما نه وقت داریم نه پول. در گشمک به معنی سلیقه و علاقه هست. در گشمک، سلیقه، علاقه. دس ایست نیشت من گشمک. این سلیقه من نیست. دس ایست نیشت من گشمک. این سلیقه من
نیستش. ده گشمک، سلیقه، علاقه. دست به دوف نیست، دوستان به معنی نیاز هست. دست به دوف نیست، نیاز. اسیس می این به دوف نیست، من به این نیاز دارم. اسیس می این به دوف نیست، من به این نیاز دارم. دست به دوف نیست، نیاز. دی آوزویتون دوستان به معنی ارزیابیه. دی آوزویتون، ارزیابی، سنجش. دی آوزویتون گن ده تست اگیب نیسه. وودن ام منتگ این ده لوکاسایتون پوبلیسیت. ارزیابی های نتایج و آزمون روز دوشنبه تو روزنامه محلی منتشر میشه. دی آوزویتون، ارزیابی، سنجش. دوستان درخواست دوستی میشه دی فرویندشافتس آنفراگه. درخواست دوستی دادن بیشتر تو شبکه‌های اجتماعی هستش. دی فرویندشافتس آنفراگه. مثلا ایش هبه این کم میشه فرویندشافتس آنفراگه ابگلنت. من یه درخواست دوستی عجیب و خنددار و کمیشو رد کردم. ایش هبه این کم میشه فرویندشافتس آنفراگه ابگلنت. من یه درخواست دوستی عجیب و رد کردم. فلیگن دوستان فعل عادت داشتنه. فلیگن، عادت داشتن. مثلا عادت به انجام کاری داشتن میشه فلیگن اتواس سوماخن. عادت به انجام کاری داشتن. مثلا ایه فلیگت سوم اسن واین سو ترینکن. اون عادت به نوشیدن شراب هنگام غذا داره. ایه فلیگت سوم اسن واین سو ترینکن. او عادت به نوشیدن شراب در هنگام غذا خوردن داره. صفا دوستان یک حرف هستش، یعنی اگرچه. صفا اگرچه. ای مگ این صفا نیشت اما ای حد این تخستم انگلدن. اگرچه دوستش نداشت اما او با این حال دعوتش کرده. ای مگ این صفا نیشت، اگرچه که دوستش نداره. اما احد این تخستم انگلدم، اما او با این حال دعوتش کرده. سوار پس معنی اگرچه رو به ما میده. دی بتسیونگ دوستان یک رابطه یا ارتباط هستش. دی بتسیونگ، ارتباط، رابطه با کسی داشتن. دی بتسیونگ زویشن این من و این فراو موس آف رسپکت بزیغن. رابطه بین زن و مرد باید بر پایه احترام باشه. دی بتسیونگ زویشن این من و این فراو موس آف رسپکت بزیغن. پس رابطه بین زن و مرد بر پایه احترام باید باشه. اون رابطه گفته میشه دی بتسیونگ. انفتخاون هم یک فعل هست دوستان، یعنی در میان گذاشتن. انفتخاون، در میان گذاشتن. ایش مشته دیه این گهیم نیست انفتخاون. من میخوام رازی رو با تو در میان بذارم. ایش مشته دیه این گهیم نیست انفتخاون. من میخوام رازی رو با تو در میان بذارم. پس یه مندم اتفاس انفتخاون، یعنی با کسی چیزی رو در میان بذاریم. انفتخاون، در میان گذاشتن. ده قد گیبا دوستا، یعنی مشاور و راهنما. ده قد گیبا، مشاور، راهنما. دو شاینست شلشته قد گیبا سوهبن. به نظر میرسی که راهنمای بدی داری. دو شاینست شلشته قد گیبا سوهبن. به نظر میرسه که راهنمای بدی داری. ده قد گیبا، مشاور، راهنما. بله عزیزان، این هم از درس 24 و من ساعت 20 و ایس. امیدوارم با مثال ها به خوبی کلمات رو یاد گرفته باشید. مرسی از بودنتون کنارم. تا یک برنامه دیگه و فعل ها، کلمات و صفت های مهم زبان آلمانی، خدایا رو نگهدار.